و اما در طور بحث موانع تولید، نکته بسیار مهمی که از نظر من مهمه که خب تولید در چه محیطی صورت میگیره؟ آیا این محیط تولید در یک محیط بین‌المللی صورت میگیره یا در محیط 100% داخلی؟ مجموعه اتفاقاتی که تو جهان رخ داده از جهت فناوری‌های نو و موقعیت خاص ایران که من تحت عنوان ایده ایران ازش یاد میکنم که ایران یک موقعیت چهارراهی تو جهان داره، بنابراین وقتی ما تولید رو بحث میکنیم اونم در ایران بحث میکنیم، یعنی ما میگیم که ایران در محیط بین‌المللی و در محیط جهانی چگونه تولید بکند که در واقع بتونه بیشترین منفعت رو برای ایران و مردم ایران داشته باشه. بعد به نظر من وقتی میگیم رفع موانع تولید، رفع موانع تولید ایران و رقابت ایران در صحنه بین‌المللی است. این نیست که تولید توی محیط بسته در بسته که هیچ که امکان رقابت نداره، هیچ که امکان رفت آمد نداره، در یک محیط 100% بسته صورت میگیره. اگر شما این رو در نظر بگیرید، خب بنابراین تولید بدون تجارت اصلا بی‌معنیه، تولید بدون رقابت بین‌المللی بی‌معنیه، تولید بدون افزایش قدرت رقابت ایران در جهان بی‌معنیه، تولید بدون امکان مبادله روان مالی با تمام جهان بی‌معنیه، تولید باید در یک صرفه اقتصادی داشته باشه. الان فناوری‌هایی که در دنیا هست، اینا همه‌شون بازارشون بازارهای جهانی هست. شما فرض کنید، مگر می‌تونید یک خودرو تولید کنید که فقط تو ایران بفروشید؟ یکی از دلایلی که این همه ما تو صنعت خودرو گرفتاری داریم اینه که خب در واقع معمولاً این صنعت سیستم نیمه انحصاریه و تمام وجودش رو با بستن درها در واقع تا لحظه حفظ کرده و در واقع هزینه خودش رو به ملت ایران تحمیل کرده. از ملت ایران باید خودروی رو استفاده بکنن با کیفیت نازل و هزینه بالا. ولی خب اگر بحث تولید باشه، خب تولید باید در صحنه جهانی صورت بگیره. در اون صورت ایران خودرو هم باید ببینه که چگونه میخواد با یک در واقع خودروی کره‌ای، خودروی چینی، خودروی مالزایی، خودروی ترکیه‌ای، خودروی اروپایی رقابت کنه. بنابراین خیلی خیلی مهمه که محیط بین‌الملل رو در نظر بگیریم. از نظر من رفع موانع تولید یعنی رفع موانع تجارت، یعنی رفع موانع مبادله مالی، یعنی مسئله FATF. اینا در واقع از نظر من میشه رفع موانع تولید. اون کسایی که در واقع میگن که بذارید یک محیط 100% انحصاری باشه، هیچ که تو اینجا نره، هیچ که اینجا نیاد، ما میخوایم تولید بکنیم، خب اون مفهومش اینه که اجازه بدید که ما در واقع یک جنس با کیفیت ناظر رو با هزینه بالا به مردم تحمیل بکنیم. این مفهوم تولید نظر من اساسا نیستش. تو اقتصاد مقاومتی اولش میگه که اقتصاد مقاومتی درون نگر و برونگراست. اینا در واقع برونگرایی رو توی تبلیغات کلش حذف کردم و کردنش درون نگر. بله، اساساً اقتصاد مقاومت اقتصادی است که روی بنیانهای ملی و بنیانهای ایران در واقع میخواد استوار بشه. اینه هیچ کسی باش مخالف نیست. اصلا اگر میشه شما یک اقتصادی رو در نظر بگیرید که روی بنیانهای ملی استوار نباشه، ولی بنیان ملی که بتونه در صحنه رقابت جهانی پایدار باشه. مثلا مقاومت یعنی چی؟ یعنی مقاومت بکنه در برابر اتفاقاتی که در سطح جهان رخ میده. اگر به مفهوم اقتصاد مقاومتی این شد که من یه تولیدی میکنم ولی به محض که رقابت بین‌المللی صورت گرفت این عرصه و تولید فرو میریزه، این دیگه کجاش مقاومت داره؟ این که در واقع میشه یک اقتصاد گلخانه‌ای. اقتصاد مقاومت اقتصادی است که بتونه در برابر تحولات جهانی پایدار باشه. حالا میخواد تحولات مالی جهانی باشه، میخواد تحولات فناورانه جهانی باشه، میخواد تحولات تجاری جهانی باشه یا هر نوع تحول دیگه،
رزیلینس اکونومیک یا در واقع مفهوم ترجمه انگلیسی همین اقتصاد مقاومتی است که اقتصاد مقاومتی که مخصوص ایران که نیستش، که ما یه جوری تصور میکنیم که مثلا اقتصاد مقاومتی فقط مخصوص ایرانه. نه، این در تمام جهان مطرحه. همه کشورهای جهان دنبال اینن که اقتصادشون مقاومتی باشه. ولی راه حل مقاومت چیه؟ راه حل مقاومت افزایش توان رقابت پذیریه. در چه محیطی شما رقابت پذیری میتونید داشته باشی؟ محیط حقوقی درست که بتونید در واقع قانون توش استوار باشه. اگر قرار باشه که یه بنگاه خصوصی با یه بنگاه عمومی که تمام هزینه های ریسک خودشو به بیت المال در واقع داره تحمیل میکنه، خود تو این همچه فضایی اساسا دانش افزوده ایجاد میشه، ارزش افزوده ایجاد میشه، اقتصاد دنیا دانایی بنیان ایجاد میشه، هیچ کدوم اینا ایجاد نمیشه. بنابراین از نظر من اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که میتواند در صحنه رقابت جهانی بیست. اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در واقع صرفه مقیاس توشه. صرفه مقیاس اینه که نکنید این موبایل، این صرفه مقیاس اینه که وقتی یک شماره جدید، یک نسخه جدید از این آمد، در یه روز چند میلیون در سطح جهان فروخته میشه. بنابراین اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که بتونه با این مقاومت بکنه، با این رقابت کنه. اگه نتونست با این رقابت بکنه، اون دیگه اقتصاد گلخانه ای، اقتصاد مقاومتی نیست. اقتصاد رقابتی اینه که بتونه با این رقابت بکنه. این نکته بسیار بسیار مهمه در سطحش. این رو شما در واقع نه با سیم خاردار میتونید کنترلش بکنی، میتونید با سیم خاردار کنترلش بکنی، نه با در واقع این داستان قانونایی که تو مجلس گذاشتن نمیدونم برای ساترا و نمیدونم از این حرفایی که درست کرده که اساسا اساسنامه‌اش هم مسبب نیست. اقتصاد مقاومت اقتصادی است که اقتصاد شفافی باشه. ولی شفافیت که رخ میده در آزادی تجارت رخ میده. وقتی که تجارتی وجود نداره، وقتی رقابتی وجود نداره، شفافیت وقتی که شما توی صحنه فوتبال دارن دوتا تیم با هم دیگه توی زمین بازی در حضور چند ده هزار نفر با دوربینایی که چند میلیون نفر دارن میبینن، دارن با هم دیگه بازی میکنن. اونجا اگر کوچکترین خطایی رخ بده و داور در واقع اشتباه داوری بکنه، فقان همه به آسمان میره. به اون میگن شفافیت. ولی اگر قرار شد که شما در واقع برید توی زیرزمینی فوتبال بازی بکنی، بعدش بگه حالا من میخوام بگم که چگونه این شفاف باشه، که دیگه خب به نظر من داره شوخی میکنه دیگه. در واقع از این شوخی های خیلی جدیه که میان میگن که آبا همه چی بریم تو زیرزمین، ضمن میخوام شفاف باشه. خب تو زیرزمین دیگه شفافیتی در کار نیست دیگه، دیگه همش تعارفات دیگه. معلومه که وقت توش اگر رانت هست، فساد هست، همه چی دیگه توش هستش دیگه. خب چون اگر بخوای شفاف باشی، بیا توی میدون آزادی تو زمین ورزشگاه آزادی اونجا بازی کن، اونجا دیگه تو دیگه نمیتونی اونجا در واقع عدم شفافیت داشته باشی. تنها چیزی که میتونه مسئله رو حل بکنه انتخابات 1400. یعنی انتخابات 1400 تنها بحثی است که میتونه، چون وضع از نظر من وضع موجود تصادفی نیست. وضع موجود همواره از نظر برایند منافع ذی‌نفعانه. این هیچ فاز موجود تصادفی ایجاد نمیشه. تصور کنم همچین تصادفی اوضاع اینجوری شده، نه خیر. برایند منافع ذی‌نفعان وضع موجود، این برایند از توش هیچ کارآمدی در نمیاد. این سترون، این نازاست، این عقیمه. برای اینکه این اتفاق عوض بشه، یه نیروی از بیرون باید بیاد این معادله رو به هم بزنه. تنها چیزی که می‌دونید تعادل رو، تعادل در واقع این چرخه ناسالم و این چرخه نازا و این چرخه فاسد رو به هم بزنه، فقط انتخابات.